سرخط مهمترین خبرها. پایان مهلت یک ماهه دولت پاکستان به مهاجران غیر قانونی. حکومت افغانستان برای انتقال عودت کنندگان صدها واسطه نقلیه همراه با آمبولانس و تیمهای صحی در مرز با پاکستان مستقر کرد. پیسه داشتم 50,000، 20,000، 30,000، 40,000 گرفت از پیش ما. هیچ ما نداشتیم. از خانه خود ما بیرون برآمده نمیدیم. شب سر ما چاپو میزد، ما را از خانه ما بالا میداد. و تداوم نگرانی ها از وضعیت شکننده اقتصادی در افغانستان. دست کم 9 کشور به شمول امریکا در یک اعلامیه مشترک گفتند 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند. سلام، شما را دعوت می نمایم به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که پلیس این کشور روند بازداشت مهاجرین افغان را آغاز کرده. پیشتر وزیر داخله این کشور نیز گفته بود تمامی مهاجرین غیرقانونی بازداشت و اخراج خواهند شد. حکومت افغانستان اما در واکنش گفته تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجرین افغان خلاف حسن همجواری و تمامی اصول و قوانین مهاجرتی می باشد. ذبیح الله شریفی گزارش می دهد. پایان مهلت یک ماه دولت پاکستان به مهاجرین فاقد مدرک. وزیر داخله پاکستان هم گفته روند جمع آوری و اخراج مهاجرین غیر قانونی از فردا پنجشنبه آغاز می شود. رسانه های پاکستانی اما گزارش دادند بازداشت مهاجرین بدون مدرک از امروز چهارشنبه آغاز شده. طبق این گزارش ها در شهرهای کراچی، راولپندی و بخش های دیگر پاکستان پلیس مهاجرین غیر قانونی را بازداشت و سپس به مراکز نگهداری انتقال می دهد. حکومت افغانستان اما در واکنش گفته این تصمیم اسلام آباد خلاف حسن همجواری و تمامی اصول و قوانین مهاجرتی می باشد. گام یا فیصله ای که صورت گرفته که اخراج اجباری مهاجرین افغان صورت می گیره، یک فیصله یک گام خلاف تمام نرم ها، خلاف اصول مهاجرت و خلاف حسن همجواری و اخوت اسلامی و عاطفه بشری است. با این حال حکومت افغانستان کمیته را برای انتقال رایگان مهاجرین اخراج شده از پاکستان به مناطقشان ایجاد کرده. وسایل ترانسپورتی این کمیته همکنون در مرزهای کشور با پاکستان فعال شده است. در جریان دو روز گذشته نیز ده ها هزار نفر از پاکستان به کشور عودت کردند. تصمیم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان با واکنش های در داخل این کشور نیز به همراه شده. اینجا در شهر کویتی پاکستان هزاران نفر در اعتراض به اخراج مهاجرین افغان به جاده ها ریختند و خواستار لغو این تصمیم شدند. کډوالو خلاف چې د ریاست پاکستان لخوا کم ناروا بے دخلی روانه ده، غیر انسانی او د عالمی قوانینو په خلاف چې کم کریک ډاون دی د په خلاف باندې. از جانب هم ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بار دیگر از پاکستان خواسته اخراج دسته‌جمعی مهاجرین و پناهجویان افغان را متوقف کند. من از پاکستان می خواهم که با لغو برنامه خود برای اخراج دسته‌جمعی مهاجران و پناهجویان به افغانستان از یک بحران دیگر برای افغانها جلوگیری کند. سازمان حفظ بین الملل هم از دولت پاکستان خواسته فوراً تصمیم خود را لغو کند. این سازمان گفته جان و حقوق برخی پناهجویان افغان در معرض خطر است. در همین حال منابع محلی در قندهار از بازداشت صدها خانواده از گذرگاه مرزی سپین بولدک به کشور خبر دادند. عودت کنندگان با انتقاد از دولت پاکستان گفتند از بیم بازداشت و بدرفتاری پلیس ناگزیر این کشور را ترک کردند. آنان همچنین از حکومت افغانستان خواستند زمینه تحصیل و کار را برای عودت کنندگان در کشور فراهم کنند. از سوی هم سفارت افغانستان نیز در پاکستان در واکنش به اخراج مهاجرین افغان هشدار داده و گفته این مسئله بر روند کابل اسلام آباد تأثیر منفی می‌گذارد. گذرگاه سپین بولدک و این هم تجمع صدها مهاجر افغان که در دو روز گذشته از پاکستان به کشور برگشتند. طبق آمارها تنها در چند روز گذشته بیش از 21,000 فامیل تنها از این گذرگاه وارد کشور شدند. یک مشت ما را بند کرد، جیل برد بالا کرد، ما را برد جیل انداخت،
پیسه داشتم 50,000 20,000 30,000 40,000 گرفت از پیش ما هیچ نداشتیم از خانه خود ما بیرون برآمدن نمیدیم شب سر ما چاپو میزد ما را از خانه ما بالا میکرد سامانای ما در بدر خاک به سر شدیم ما اینجا آمدیم فعلا که دقیقا مسجد بسیار تنگول میکرد بسیار آزاد میداد میبود هر کسی که کارت میداشت نداشت بود میبود دیگه پیسه میگرد فعلا میکرد خلق ما بسیار تنگ شده بود مجبور شد آمدیم نصف سامانه ما ماندگی سوجه نصف موقع آمده پشت سر بارد بنده است آن ایده شهروندان افغان که بیشتر عمر خود را در پاکستان سپری کردند حالا دوباره به کشور برگشته میگویند کار خانه و زندگی خود را به یک بارگی از دست داده و فقط با 50,000 کلدار وارد کشور شدند زمور سره چې کومې پیسې وې هغه هم اخیستل سوي دي هلته کراچۍ کې یو شی نه دی راپاته بس موږ چې اوس راغلي یو پور ودار مو کړی دی راغلي د 15 کاله وخت دوې ورځې کې درې ورځې کې 15 ورځې کې ته بس بوس کله کاروبار دی کله بس ټول یې کړه زه موږ مجبور یو کومه سره چا سبور با بازگشت مهاجرین بیشتر خانواده ها حالا به فکر تعلیم فرزندان و کسب کارشان هستند مثل این مادر که میگوید باید زمینه تعلیم فرزندانش فراهم گردد از حکومت خواهش شماییست که به خاطر مکتب بخوانن مکتب بانن مردم ایتو کور نگاه نکنن زیادتر مردم که مهاجرت میکنه از افغانستان دلیل اصلیش اینمیست که کاروبار نیست با امید از این که کارها وسط پیدا کنه پروژه ها روی کار شوه با این حال حکومت و مؤسسات خارجی برای بازگشت هزاران مهاجر از پاکستان تدابیر روی دست گرفته از کمک نقدی تا فراهمسازی محل بود باش موقت برای آنان فعلا در هر مهاجر سره پر کورنی باندې هغه یو لزر افغانی او بیا پی نفر چې هر ولایت ته ځي د هغه ولایت کرایه ورکول کیږي د مؤسسات خواسته دغه کمک سره کول کیږي دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی د کرایو ته ضرورت لري موږ د دوی د استوګنه لپاره ډېر شایسته ځایونه برابر کړي دي تاسو دا د وینې د دوی د پاره د ډوډۍ بندوبست نیولې د دوی د مریضۍ لپاره د ډاکټرانو د کلینیکونو د موټرو مکمل بندوبست موږ ورته نیولې ده با پایان مهلت یک ماهه دولت پاکستان به مهاجرین عودت هزاران افغان به کشور شدت گرفته و گفته شده این روند در روزهای پیش رو بیشتر خواهد شد در همین حال شورای علمای شیعه افغانستان در جلسه هفتگی خود بار دیگر جنایات رژیم اسرائیل علیه غیر نظامیان در نوار غزه را نگاهش کرد. این شورا با تأکید بر توقف قتل عام غیر نظامیان گفتند کشتار غیر نظامیان جنایات ضد بشری است و کشورهای اسلامی باید موضع جدی و واحد در قبال نسل کشی مردم غزه اتخاذ نمایند. استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه کشور با انتقاد تند گفت کشورهای غربی به شمول امریکا و انگلیس در جنایات رژیم اسرائیل شراکت دارند. ملت ها بیدار شدند و بیدارتر خواهد شد و کسانی که از جنایات اسرائیل حمایت بکنه بدانه که این حمایت کردن تاوان داره و ملل مسلمان این را فراموش نمی کنه. امیدوار استیم که حمایتگران اسرائیل به قید و شرط از اسرائیل حمایت نکنه و اسرائیل را وادار بکنه به اینکه به اشغالگری خاتمه بده و اگر اشغالگری خاتمه پیدا بکنه ما فکر میکنم بحران و کشتار و جنایت و قتل و مصیبت شاید دیگر در خاور میانه صورت نگیره و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید رسانه‌های ازبکستان به نقل از وزارت تجارت این کشور گزارش داده‌اند هیئت ازبکستانی در کابل قراردادهای تجاری به ارزش 1.2 میلیارد دلار با مقامات کابل امضا کرده‌اند این توافقات در حوزه کشاورزی، محصولات کیمیاوی، ادویه، ترانزیت، منسوجات و صنایع صورت گرفته است از سوی هم هیئت ازبکستان درباره گشایش دفتر نمایندگی راه آهن ازبکستان در افغانستان آغاز به کار مجدد نمایندگی‌های تجاری این کشور در کابل و مزار شریف و ساخت خط انتقال برق سرخان پل خمری نیز بحث و گفتگو کردند.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی با تاکویوشی کارمایا سفیر ژاپن در کابل دیدار و گفتگو کرد. سفیر ژاپن در این دیدار با اشاره به تعامل افغانستان با جهان بر ادامه پروژه های تتسو ناکامورا تاکید کرده و گفته در کارهای بنیادی نظام آموزشی افغانستان همکاری خواهد کرد. ناکامورا دکتر ژاپنی بود که پروژه های عامل منفعت در افغانستان به ویژه ننگرهار اجرا کرد. ایالات متحده آمریکا به همراه 8 کشور و سازمان بین المللی در یک اعلامیه مشترک اعلام کردند وضعیت بشری در افغانستان وخیم است و 29 میلیون نفر به کمک‌های فوری نیاز دارند. در این اعلامیه بار دیگر از حکومت افغانستان خواسته شد دسترسی بلامانع همه امدادرسانان را تضمین کنند تا وظایف خود را در همه مناطق افغانستان به گونه مؤثر انجام دهند. این کشورها همچنین حمایت خود را از زلزله زدگان هرات ابراز نمودند. روند توزیع زغال سنگ دولتی تا چند روز آینده در نقاط مختلف شهر کابل آغاز می شود. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم با اطمینان از کیفیت آن گفته فیتون زغال سنگ 9000 افغانی به دسترس مردم قرار خواهد گرفت. مردم و وکلای گذران با از کیفیت پایین قیمت بلند و توزیع ناعادلانه آن در سال گذشته شکایت داشته و خواستار توجه بیشتر حکومت در زمستان پیشرو هستند. زهرا موسوی گزارش می دهد. زغال سنگ، الماس سیاه افغانستان که قرار است طی روزهای پیش رو در نواحی مختلف پایتخت به دسترس عموم قرار داده شود. شبیه سال گذشته هر تن در بدل 9000 افغانی. شهرداری کابل با اطمینان از کیفیت و قیمت مناسب زغال سنگ دولتی گفته مکانهای توزیع آن به زودی در ساحات مختلف کابل مشخص خواهد شد. قرار است 50000 تن زغال در 22 ناحیه شهر کابل توزیع شود. و در این راستا شهرداری کابل وظیفه دارد تا در 22 شهر کابل مکان‌های مشخص را به خاطر انتقال زغال مشخص بکنه و در این حال بررسی بکنه که هیچ کس حق نداره از 9000 افغانی فیتون زغال سنگ قیمت‌تر بفروشه. و در این حال وزارت محترم پترولیم هم وظیفه دارد تا در قسمت انتقال زغال سنگ در مکان‌های شهرداری کابل مشخص کرده همکاری بکنه و در این حال از کیفیت زغال سنگ هم باید اونا اطمینان حاصل بکنند. یک شرکت خصوصی چند پیش یک توافق امضا کردن که با اساس این توافق شرکت مذکور مکلف است تا مقدار 50000 تن زغال سنگ با کیفیت تا تاریخ 15 عقرب در 22 ناحیه شهر کابل آماده سازد یا برساند. سخن از کیفیت بالای زغال سنگ دولتی در حالی از جانب مسئولان مطرح می شود که وکلای گذر از کیفیت پایین و توزیع ناعادلانه آن در سال گذشته انتقاد دارند. از دید آنان توزیع زغال سنگ محدود نه بلکه باید آزاد و با خدمات بیشتر باشد. کیفیت زغالی که پارسال آوردن کاملا خاک بود، سنگایی بود که سنگ کوهی، سنگ طبیعی بود، منتها سیاه شده بود. همین زغال ها را از همونجا که روان میکنن مالیات شکم بگیرن از طرف وزارت عدلیه، اینه میری بیارن در هر گوشه و کنار کابل و الا سرای ها هست، بیارن به نمونه آزاد برای مردم بانن، در بازار آزاد بانن تا ای که مردم مطابق میل خود امور خریداری کنند. اینمی زغال است دیگه. این نارضایتی ها نه تنها از جانب وکلای گذر بلکه از سوی مردم نیز مطرح است. مردم از حکومت می خواهند شرایط اقتصادی را در نظر گرفته و سوخت های بهتری را در اختیار آنان قرار دهد. والا پارسال زغال کیفیتی خیلی پایین بود، خیلی خرد بود، زغال خوب نبود. همه زغال ها که باید در سرای آزاد فروخته شونه یه خیلی خوب است به نفع مردم اقتصادش ضعیف است. با این همه شهرداری کابل گفته از مکانهای توزیع زغال سنگ نظارت شده و با گران فروشان سوخت های زمستانی و متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
همزمان با فصل برداشت زعفران در هرات، بسیاری ها نسبت به افزایش حاصلات این محصول ارزشمند خوشبین هستند. ریاست زراعت هرات گفته نظر به بررسی ها احتمال برداشت 20 تن زعفران که افزایش 5% نسبت به سال گذشته را نشان می دهد وجود دارد. زعفران کاران نیز از حکومت می خواهند با حمایت دوامدار از آنان زمینه رشد تولیدات و صادرات انبوه آن به کشورهای اروپایی را فراهم کند. آغاز فصل برداشت زعفران در هرات همزمان با خوشبینی ها از افزایش نسبی محصولات آن در سال جاری. ریاست زراعت هرات می گوید احتمال برداشت 20 تن زعفران در سال جاری وجود دارد و این روند نشان دهنده افزایش 5% محصولات این گیاه ارزشمند در هرات است. کشت زعفران در ولایت هرات حدود 7200 هکتار است که برداشت از او چیزی حدود 20 تن تار زعفران برداشت میکنند که افزایش 5% نسبت به سال گذشته نشان میده. بر رغم امیدواری ها نسبت به افزایش محصولات زعفران، چالش ها اما همچنان بر سر راه دهقان وجود دارد. زعفران کاران هرات میگویند هنوز طرح جامعی برای حمایت کشاورزان، توسعه کشت این محصول و صادرات انبوه آن به کشورهای حوزه اروپا وجود ندارد. سال کمیدواری است، ولی یک مشکل که ما فعلا داریم، مشکل آب فعلا به زیاد جا است که زعفران نیز آب نخورده. همین مشکل ما داریم و کندهان ما خیلی ضعیف هم برای کوتو اینا. از امارات اسلامی هم تقاضا داریم که شرایط به ما مهیا کنن، لیلهم به حساب مالی و اینا مهیا کده او به حساب کارگو و شرکت های چیز بی بلاخر شرایط ما فراهم کنه که از طریق کارگو بشار به کرایه کمتر، محصولی کمتر زعفران مصادر شو اینجا. در حال حاضر دست کم 21,000 کشاورز در هرات مصروف کار در بخش زعفرانند. ریاست زراعت هرات تأکید می‌کند تلاش‌های مهمی برای حمایت از تولیدات زعفران و آموزش کشاورزان انجام شده است. تمرین‌ها و ورکشاپ‌های برای از این سال‌های سرعت داده می‌شود. و یا آخر ما باز به ایتالیا دارم به وسیله ایتالیا برای از اینا معلومات رو می ارائه می شه. یک مسئله است که چیز حدود 21,000 دهقان مصروف از این مثال است به یک ولایت. 21,000 دهقان مکمل نمی شه تحت پوشش شد که اگر این شکل را نمی و یا چک کنین زیادتر از اینا پوشش ریاست بود. زعفران هرات مشهور به طلای سرخ، ارزشمندترین فراورده زراعتی افغانستان است که در چند سال اخیر امیدواری ها به افزایش کشت و برداشت آن بیشتر شده. زعفران کاران هرات تاکید می کنند در صورت حمایت دوامدار حکومت از آنان می توانند یکی از تولید کنندگان اصلی زعفران در جهان باشند. پلیس بغلان از بازداشت 8 نفر در پیوند به خرید فروش مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهد. گفته شده از نزد این افراد بیش از 120 کیلوگرم مواد مخدر و 119 قرص تابلت که به دست آمده. پلیس بغلان گفته افراد بازداشت شده می‌خواستند این مقدار مواد مخدر را در داخل شهر به فروش برسانند. بازداشت 8 نفر در پیوند به خرید و فروش مواد مخدر اینجا در پل خمری مرکز ولایت بغلان. مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بغلان گفته این 8 نفر قصد فروش مواد مخدر در داخل شهر را داشتند که از ولسوالی دوشی و دروازه شهر پل خمری بازداشت شدند. دغه تابلت کا په تړه باندې سلور کس نیول شوی دی او د یاسلو شل کیلو موادو په تړه باندې دوه کس نیول شوی دی او دغه دی 202 کیلو او 200 ګرام تریاکو په تړه باندې دوه کس نیول شوی دغه یاسلو شل کیلو چې د طلب برخه خبر کړي وو وړي د مزار په طرف باندې او دغه 2 کیلو او 200 ګرام سیز د لاندرا په بار کړي وو دغه هم مزار شریف ته ول او تبلیغ کا خودل ته په خار کې خرڅول. مسئولان در فرماندهی پلیس بغلان گفتند افراد بازداشت شده جهت تعقیب به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند.
آنان تاکید می کنند حکومت برای محو مواد مخدر با فروشندگان و قاچاقبران آن به گونه جدی برخورد می کند. اینا بعد از اینکه از اینجا میرند چی میرند نظارت خانه قماندانی هستند 15 روز دوج سپری میکنن دوسیهشان توسط جنایی تکمیل میشه به محکمه میره بعد از اون محکمه کار خودشان است که قسمی پیشتر هم مدیر صاحب مبارزه با مواد مخدر مهربانی کردن که کودی جزا آمادگی هستند در رابطه به هر کدامشان موضوع مشخص شده که به چه اندازه جرم یک نفر به 1 کیلو چرس است به 1 تبلیغ کس او از طرف محاکم تعیین شده در عموم موضوع سرشان دیگه فیصله صورت میگیره. مسئولان امنیتی در این ولایت همچنین اعلام کردند در جریان 2 سال گذشته ده‌ها فروشنده مواد مخدر را نیز بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند. در پایان مروری دوباره به سرخط خبرها. پایان مهلت یک ماهه دولت پاکستان به مهاجران غیر قانونی. حکومت افغانستان برای انتقال عودت کنندگان صدها واسطه نقلیه همراه با آمبولانس و تیم‌های صحی در مرز با پاکستان مستقر کرد. پیسه داشتم 50,000، 20,000، 30,000، 40,000 گرفت از پیش ما هیچ نداشتیم. از خانه خود ما بیرون برآمدن نمی‌دیم. شب سر ما چاقو می‌زد ما را از خانه ما بالا می‌کرد. و تداوم نگرانی ها از وضعیت شکننده اقتصادی در افغانستان. دستکم 9 کشور به شمول امریکا در یک اعلامیه مشترک گفتند 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت شما بخیر.